این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شش، این هفت، این هشت، این هم نو، این هم ده. تقدیر خدا نمال هم مفیدیم. او ایسی یک بخش بیلین بی خلاصه. چند کلو شده می؟ 35 کیلو و نیم. خدا من قبول کنم. زنده باشین. پدر آمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حاج آقای محمدی و تمام برادرای عزیزی که در اینجا حضور دارن و یک سلام ویژه و خاص دارم خدمت تمام بیننده های محترم، هموطنان گرامی، خواهران، مادران عزیز. وقت همگیشون بخیر. امیدوار هستم که در هر جای هستین جور و صحتمند سرحال باشین. دوستای مهربان، امروز روز جمعه، تاریخ 11 جوزای 1403، برابر است با 31 می 2024. در خدمت شما خوبان قرار داریم از منطقه شاخوجه لومان و امروز باز هم برنامه نظری داریم دوستای محترم. و این نظر ما خدمت شما خوبان میخوانم که کی بلدیزمون رایگ ده و از طرف از کی هسته. گوشت نظری از طرف خواهر مهربان خانم مریم عزیز از کشور آمریکا برای خانواده های نیازمند. خواهر مهربان ما مبلغ 20,586 افغانی از طریق مینیگرام حواله کرده بود. گفتن که یک رس گوسفند خوب بگیرید، حلال کنید، برای خانواده های نیازمند تقسیم نمایید. که امروز ما با کمک و همکاری عزیزان این گوشت نظری را آماده کردیم، برای 28 خانواده بخش گذاشتیم گوسفند را که حلال کردیم. 5 سر گوشت یعنی 35 کیلو شده، فی سر 2900 افغانی، جمله شده مبلغ 14500 افغانی. پلاستیک هم گرفتیم بلده گوشت نیم کیلو 60 افغانی، جمله مصرف نظری خواهر مهربان ما شده مبلغ 14560 افغانی. پول باقی مانده برای ختم قرآن کریم 6026 افغانی، که انشالله موی ختم قرآن کریم رم صحبت کدیم یا صبح یا دیگه صبح موی ختم قرآن کریم رم میگریم انشالله. برادر محترم ما لیاقت قصاب که زحمت کشتن همی گوشت را آماده کدن، گوسفند حلال کدن، مخواهش نه که بایم حساب شما خلاص کنی و بعد از مو صحبت نیم. برای تو خوبی؟ یالا جامان دجوره بخیر سلامتین. استاگه سلام بگین، خود معرفی کن. سلام علیکم، من لیاقت قصاب هستم از بازار گجور. مبلغ 14500 پول گوشت میشه، 500 گوشت ایل. تشکر آقا لیاقت. امی گوشت اک شما بلیز مو آوردین امروز، ایچی رقم گوسفند بود؟ گوسفند خاصی بود. با سیر چند حساب کدینی را؟ سیر 2900. 2900 افغانی، درسته؟ خود جمله از گوشت چند سیر شده؟ 5 سیر. 5 سیر نه؟ خب من پول را خدمت شم بدیم که این 1000، این 2، این 3، این 4، این 5، این 6، این 7، این 8، این هم 9، این هم 10، این هم 11، این هم 12، ده، یم سیزده، یعنی هم چارده، 14500 افغانی. شما دوباره لطف کن حساب کن. خب تشکر از آقا لیاقت که امروز لطف کردن، زحمت کشتن، بلده از اون گوسفند را حلال کردن و یک گوشت آورده در اینجا دیگه تقسیم گذاشتم. متشکریم نیم از آقا لیاقت، سلامت باشین. خب دوستای مهربان، خواهر عزیز، مو امروز همه 5 سر گوشت را که گوسفند حلال کردیم بلده 28 خانواده. ما لیست چرا نوشته کدام که انشالله ما در آخر برنامه لیست های زیار میخوانم و گوشت را تحویل میدیم. بازم خوشبختانه در کنار از ما برادرای عزیز در اینجا حضور دارن که میخواییم نظر بعضی از دوستار هم دشتشیم. حاجی صاحب اگر کدام گفتنی دارین؟ آقای شیخ ما آقای محمدی صاحب شما هم در برنامه خوش آمدید. تشکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر از خواهر مهربان که از کشور امریکا به یاد بود وطن و مستضعفین و مستحقین امروز یک رأس گوسفند خصی به قیمت 14500 افغانی که وزنشان 5 سر گوشت به حساب کیلو برادر آقای شریعتی نماینده شما توسط برادر لیاقت علی قصاب از بازار غجر آورده این جلوی حسینیه قریه شاخوجه سر بریدن قسمت کردن. الان برادران همه امینجا اون عزیزانی که مستحق هستند شرف حضور دارند که در اخیر برنامه نماینده شما زیر نظر لیاقت علی قصاب امین گوسفند را که سر زده و قسمت کردن برای برادران توزیع می نمایم. بنده از خواهر مهربانمان تشکر می کنم. خداوند این نظر شما را به شایستگی خودش به کرم و قبول بفرماید. به کرم خیش خداوند در آینده برای شما صحتمندی، سلامتی، عفت، عزت، جانجوری عنایت بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مختصر حدیث عرض می کنم راجع درباره نظر. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که به اندازه یک ذره معنای آیه شریفه کار خیر را انجام میدن برای مستحقین و مستضعفین، خداوند تبارک و تعالی به همان اندازه 100 در دنیا 1000 در 1000 در آخرت برایشان عوضش را عطا میفرماید. و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که عمل زشت و قبیح و ناسزا را مرتکب میشود منتظر عکس العملهای خود باشد. هر عمل عکس العمل. حدیثی را که بنده در نظر داشتم خدمت شما شنونده و بینندگان عزیز در هر سرزمین در هر کشوری که مستقر هستن گوش بده به این حدیث. یک شخصی بود از جمله محبان امام حسین. این بنده خدا هیچ چیزی به دست خود نداشت. ماه محرم الحرامم نزدیک هست، یک ماه و چند روز باقی مانده که ما و شما مسلمان ها و شیعیان جهان مصیبت داری و تعزیت داری حضرت سید الشهدا را برپا می نماییم انشاءالله. خداوند برای همگان چی در داخل چی در خارج اون عزیزان، برادران، خواهران، مادران، خیرینی که در کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنن توجه بفرماین. این شخص آمد در خانه صدا زد: مادر فلان، اسمی پسرش ابراهیم، ما امسال چیزی نداریم که مصیبت داری حضرت سید الشهدا را برپا نماییم. مادر ابراهیم در جواب شوهر خود گفت: چرا چیزی نداریم؟ من یک پسری دارم، ببر در بازار بفروش، قیمتش را بیار، مصیبت داری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام را برپا نما. مادر ابراهیم را برد، بدنش را شستشو، کالای فاخره در بدن و چشمانش را سرمه و کاکلهایش را شانه زدن، از دستش گرفت آور تسلیم پدرش کرد. پدر ابراهیم، ببر این فرزندم را، ما نیت کردم در رای خدا قربانی کن. چنانچه که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اسماعیل پسرش را میخواست در رای خدا قربانی کنند، از طرف خداوند وحی آمد که ای ابراهیم، خداوند این قربانی شما را قبول نمود، عوض فرزند شما اسماعیل قچی را از بهشت برای شما فرستاده، عوضش قربانی بکن. الان از اصل موضوعم دور نروم.
ابراهیم را پدرش برد در بازار، از دستش گرفته صدا میزند که من این غلام بچه را میفروشم به قیمت دو صد دینار. ناگهان یک سوار اسب پیدا شد که عمامه سبز بر سر داره. صدا زد: آی بنده خدا، این غلام بچه را میفروشی؟ گفت: بله. قیمتش چقدره؟ گفت: 200 دینار. فوراً 200 دینار از کیسه خود در آورد، برای پدر ابراهیم داد، ان سوار ان بچه را برد. رفت خیلی راه را طی کرد، یک موقع ان سوار عقب خود نگاه میکنه که این بچه عقب مانده، صدا میزند: آی ابراهیم، چرا عقب مانده ای؟ ابراهیم به دلش میگه: عجیب مولایی دارم، اسمی مرا نی پدرم نی مادرم نی خودم برای این اسب سوار گفته بودم، از اسم من با خبر گردیده. خود را به تعجیل تمام رسان جلب اسب را گرفت. گفت: ابراهیم. گفت: بله مولایم، رهبرم، امامم. برو پیش پدر و مادرت، بگو که خداوند تبارک و تعالی این قربانی شما را از طرف شما و فامیل خانواده تان به کرم و شایستگی خود قبول نمود. برو نزد پدر و مادرت سلام مرا برسان. اگر از شما سوال کرد که اون سوار کی بود، بگو اون مولای شما امام حسین بود. ببین، امام حسین. ابراهیم برگشت، آمد دوان 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 آمد جلوی ساختمان، پشت دروازه آمد، دقلباب کرد. گفت: در باز کن. مادرش آمده: ای کوبنده در کیستی؟ گفت: مادر، در باز کن، من ابراهیمم. مادرش با دو دست به سر و صورت خود میزنه، میگه که پسرم از نزد مولایم گریخته. گفت: مادر جان، در باز کن. در باز کرد، رفت. السلام علیک یا مادر، یا پدر، آن شخصی که ما را از پدرم خریده بود، آن شخص ما را برد و سلام و پیام برای شما فرستاده. در ضمن سلام و پیام گفت: برو، از طرف خداوند وحی برای ما آمد که ای بنده خدا، که تو این پسر خود را چیزی نداشتی، در راه من قربانی کرده بودی، خداوند این قربانی شما را به کرم و شایستگی خودش قبول نمود. من از نزد مولایم با اجازه مولایم آمدم خدمت پدرم و مادرم. مادرش فورا سجاده نمازش را پهن کرده، سجده شکر به جا آورد: خدا را شکر، سپاس گذاریم که چی مولایی داریم، چی امام حسینیه، امام حسین نواسه پیغمبره، امام حسین بچه علیه، قربانی ما قبول شد، پس بچه ما را صحیحا و سالما پس برای ما برگردان. خداوند انشاءالله این قربانی را از این خواهر مؤمنه که در قاره کشور امریکا زندگی میکنن به کرم و شایستگی خودش قبول بفرماید. پروردگارا این عزیزان، برادران، مستحقینی که از دور اطراف جمع شدن توسط نماینده شما کربلای شریعتی، اون برادر عزیزمون زحمت کشیده ان از بازار غجور گوسفند را آورده اینجا سر زدن و تکه پاره کردن و قسمت کردن، خداوند اجر همه اینها را ضایع مفرما، طول عمر برای همگان عنایت بفرما، قربانی خواهرمون را خداوند قبول بفرمایه، خداوند خیر و برکت خود را در مالشان، اموالشان، سرمایهشان، اولادایشان، ایمانشان عنایت بفرما، اماتهایشان را خداوند رحمت کنه. در آینده ما، همه ما جمعیت، ما به حیث یک دعاگوی در هر سرزمینی که هستن و در حق فرد شما دعا میکنم که خداوند همه مسافرین، مخصوصا خیرین، برادران، مادران، خواهران را از همه آفات بلیات در پناه و عصمت خودش حفظ بفرماید، سفر همگان بی خطر بفرما، به هر نیت و مرامی که هستن خداوند حوائج مشروعه همگان را براورده بخیر بفرما.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جهان سپاس تشکر از این خواهر مؤمنه مهربانی که در کشور آمریکا زندگی میکنن. جهان سپاس از همه خیرینی که در هر سرزمین در هر کشوری هستن با یاد بود مردم مظلوم ستم دیده افغانستان، رنج دیده بیچاره، همه مستحق هستن و مستحقین. اینا را یادآوری میکنند. خداوند برای همگان توفیق مزید و مضاعف عنایت بفرماید. بر محمد و اهل و بیت پاک محمد بلند صلوات. تشکر از آقای استاد محمدی. تشکر از شما. سلامت باشین. خداوند شما را میمان بده، خیر بده. خب دوستان، ما شما را زیاد وقت شما را نمیگری. میخواییم که همه گوشت تقسیم کنیم. ما از امو خواهش نیم که همه گوشت ها را ما نامش را میخوانم. امو یک یک بخش تقسیم کنیم شما. آره، آج آقای محمدی. زنده باشین. پدر آمان، پدر جاوید، پدر احمد هست، منجبل بزمه، پدر بلال، خب پویا، از پویا رو بگیرین، همون جمسایش رو بدین. پویا ما شیر آقا آجیر بدی، آجیر بدی، پویا. شیر آقا، خب پدر نعمت الله، مون نوسیش رو بدی. پدر نجیب الله، بدی نوسیش، اون هم پدر حفیظ، خب والده باقر، مادر باقر، اما یک ریزر بدین که بوبره تحویل بده. خب لیاقت، لیاقت قلندری، لیاقت رو بده. خب این لیاقت ها، نه او لیاقت دیگه مطلق یک دقیقه. خب الجم امو، خود تو امو. پدر میلاد، خب پدر سجاد، پدر سجاد، خب محمد طاهر، طاهر بیدتای، خب پدر علی نقی، خب آجی امین، امو ور خود تو بگر تحویل جبیدی. پدر طاهر، برم خان رو بیدی. پدر امید بیدی. پدر میسم بیدیم بچه اشرف. اسدالله، اسدالله، خب رسولی، آقای بیا بیدی. خب رسولی خلاص شد. رضای قل، خب لیاقت قصاب، قصاب، خب خب علی آقای سنگجوی، اما گوشه بلو اینش از یاسین، یک دنش هم سایه ایشتا نمشتکتم، هم سایه یک اولنگ امورم بلومونجی. تشکر از کل گیشیم. تشکر از خواهر مهربان که واقعا لطف کدن امروز بلده 28 خانواده نیازمند گوشت نظری توزیع کردن. خداوند نظرشم را قبول کنم و به زودترین وقت ختم قرآن کریمشم را انشاءالله میگریم. دیگه تشکر از مادر مهربان خانم فهیمه عزیز که واقعا لطف منن در قسمت حواله کردن پول با ما زحمت میکشن. خداوند اموات و گذشتگانشم را غریق رحمت کنه. دوستا و بینندای محترمی بود برنامه امروزی از ما. تا برنامه بعدی، تا ویدیوی بعدی، همگیشم را به خداوند یکتا میسپاریم. خدا حافظ، موفق باشید. خب دوستا و بینندای عزیز علمی بسپور گردیم بلده نظری بخیر، بلده مریم خانم خواهر مهربان از ما کسی کشور آمریکا پول ایده بیرمیر بخیر دیگه خریدیم که بیرمیر نظر. تشکر، زنده باشید.